صفحه 114 قرآن خط سوم فمن تاب من بعد ظلمه بخونه یه نفر. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تعلم فمن تاب من بعد ظلمه، کسی که تاب من بعد ظلمه، توبه اینجوری که تعریفشو کردم اینجا چون کار دارن باش باید قشنگ تعریفشو بکنن که بفهمیم توبه اصلا چی هست. اینجا در بخش احکام اموات که شروع میشه تو عروت الوثقا در مسائلی میگن و حرفایی میزنند و چه وقت توبه رو میگن. الان میخوید ما یه بله اینم احکام انباط میفرمود اعلم ان اهم الامور و اوجب الواجبات التوبه من المعاصی، بدان که اهم امور از هر چیزی مهمتر و واجبتر از هر واجبی اینه که انسان از معصیت ها توبه کن. التوبه من المعاصی. الان شما لباست کثیفه میخوای برطرف کنی، اول خود اون کثافته رو باید بشورش. میخوای تمیز کنی، اول اون گلا رو باید برداره. الان تو این کارهای پزشکی محیط رو میخوان مداوا کنن، اول گندزدایی میکنن، چیزهای مضر رو برمی. میفرماد اهم امور اینه که تو نباشه، تو پرونده چیزی نه. اگر انسان گناهی کرده که تو پروندهش هست ولی خدای نکرده 30 سال پیش هم بود باشه، این از همه مهمتر اینه که این پاکش کنه، این گناه رو. اهم امور اوجب واجبات، از هر واجبی واجبتر اینه که اینو توبه کنی. تو کتاب امر به معروف و نهی از منکر اونجا آقای خمینی تو تحریر وسیله نوشته که کسی که گناهی رو میکنه، خود گناهکار، وجب علیه توبتو فوراً، فوراً باید توبه واجب فوری. خود تأخیر توبه گناهه. خود تأخیر توبه هی تأخیر این همونه که قرآن میفرماد اصرار بر گناه. مثل این میمونه که کسی گناه کرد خدا واسطه میگه توبه کن، نمیکنه، توبه کن، نمیکنه، توبه کن، این هی در فرمان بهش صادر میشه، هی ترکش گناه رو گناه میادش. میگه وجب التوبه تو فوراً. حقیقت توبه چیه؟ پشیمانیه. تو قلبش پشیمان بشه که چرا من گناه کردم. بله پشیمان که بشه توبه است. و هو من الامور القلبیه، نه حرف زدن داره، نه حرکتی داره، نه مکان داره، نه جا داره، هم تو قلب پشیمان. سر تو والد داره زور میزنه به لغایت میکنه، یه ها از یه گناه یادش میاد پشیمان میشه، این توبه است. جا نداره هر کجا و واجب هم از سرچه فورا توبه کن. مکان و زمان و اونه بعد نماز و حرم و مرمزون رو همه جا هر کجا توبه تو رخت خوابرش واجب فورا توبه کن. عقب انداختنش هم گناه. لازمه بگه استغفر الله
میگه لا یکفی مجرد و قبولی، کفایت نمیکنه، استغفرالله دعاش، طلب غفرانه، بل لا جفه الهی، اصلا استغفرالله چه کار نیست اینجا، تو باید قلبت پشیمان بشه، دعاست، طلب غفران که خدایا بیا آثارش رو پاک کن. آیا لازمه که در توبه تصمیم داشته باشیم دیگه نکنیم؟ دیگه نکنیم. آست احمد خونساری تأمل کرده میگه نمیدونم لازمه یا نه، ولی بقیه فتوا دادن که چرا. اینم هست که تصمیمم که دیگه نمی کنم، اینم توش باشه. یه بچه رو داشت مادرش میزدش، نم چطور کرده بود، بچه میگفت دیگه نمی کنم، دیگه نمی کنم، دیگه نمی کنم. این عزم بر ترک عود بهش میگن، دیگه نمی کنم. هی میگفت دیگه نمی کنم، کده کرد که باید میگن در توبه هم باید عزمه که نمی کنم دیگه. خب امر قلبیه دیگه، ولی پشیمان شده دیگه هم نمی کنم. این توبه است، این اهم اموره، اوجب واجبات. سوال کردن از حضرت علی که چرا در هر رکعت نماز یه رکوع داریم ولی دو تا سجده داریم. فرمودن وقتی سجده اول پیشانی تو رو خاک میذاری، در اینو میگویی به خدا که خدایا از این خاک ها منو خلق کردی. وقتی پا میشی مینشینی یعنی اومدی دنیا خلق شدی. دوباره که پیشونت میذاری یعنی دوباره منو به خاک برمیگردونی. اینه داریم میگویم به خدا که منو از خاک خلق کردی، دوباره هم که بمیرم لای خاکا دفنم میکنن دوباره خاک میشم. میخوام سوره طه رو براتون بیارم که ما آیه ای داره. من الان سوره طه رو آوردم، صفحه 315 اونجا ها سوره طه است. آیه ای داریم که بله الان نگام ولی پیدا هم تو هم صفحه است، صفحه 315 خط چهارم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرا. از این خاکا درستتون کردیم، دوباره هم تو همین خاکا برمیگردونیم، از این خاکام قیامت دوباره بیرونتون میاد. امام حسن فرمود خبردار شدم پدرم ضربت خورده تو مسجد شب 19 رمضان سنه 40. چون رسید تو مسجد دید پدر تو خون خودش میغلطه و این خاکای محراب رو چنگ میکنه و هی میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرا. یه وقت یه جا خاک دیدید یادتون بیاد خدا از همین خلقتون کرد، چند روز دیگه هم دوباره خاک میشید، حالا چند روز از 300 سال دیگه دفت میرن خاک میشید، قیامت هم دوباره از همین خاک ها درتون میرن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرا. خب اون وقت پس این بین دو سجده در واقع مثل عمر دنیایی آدمه، چون خاک بودیم پا میشیم دوباره خاک میشیم. مستحب به وقتی پا میشیم از سجده بگویم الله اکبر، مستحب به وقتی نشستیم و بدن آرامه بگویم استغفر الله ربی و اتوب الیه، باز مستحب بگویم الله اکبر بریم سجده. الله اکبر اولی میگن برای پاشدن از سجده، اول آخری هم میگن برای رفتن به سجده. پس در حینش که نشستیم و بعضی وقام واجب میدونن اون نشستن مکس کنیم بشینیم، در مکس هم بکنیم، نشستن رو که همه واجب میدونن اما مکسش رو واجب میدونن برسیم، بعضی هم واجب. حالا در این حالت بگم استغفرالله، بس عمر دنیای ما به یه استغفار میگذره، استغفرالله ربی و اتوب. استغفار چیه؟ استغفار با توبه فهم کنه، برای اینکه خودت هم میگوی استغفر الله ربی و اتوب الیه، اون اتوب و توبه است، استغفار چیز دیگریه. ما گناه کردیم و زدیم شیشه شکستیم، یه همینه که الان آیهش خوندیم فمن تاب من بعد ظلمه، شکستن این شیشه ظلم بوده، چرا شکستیم؟ خب
دو تا مطلب واقع شده، یکی این که تو قلبت پشیمون بشی دیگه من شیشه نمیشکنم، پشیمون شد چرا شکستم دیگه من نمیشکنم، این توبه است. ولی این پشیمونیه و این دیگه نمیشکنم که شیشه نمیشه، که بعد این شیشه رو انداخت مال مردمه. بعد استغفار معناش اینه که خدایا بیا این شیشه رو بنداز، بپوشان کار من، یعنی مثل این که نکردم، یه جوری بکن مثل این که نکردم. و اتوبو الهی، اتوبو الهی تصمیم الان به آینده است، همونه که گفتن که دیگه تکرار نکنیم، دیگه من همیشه فرمان تو رو میبرم، نمیزنم شیشه مردم بشکنم. پس استغفار با توبه فرمان، استغفار یعنی بیا اصلاح کن کاری که شد، خراب کاری کردی دیگه، توبه یعنی دیگه نمیکن. دیروز تو کوچه نعوذم بالله به نامحرمی نگاه کردم من که گناه منعقد شد، بعد کاری کرد. مگر قرآن بهت نگفته بود یا ایها الذین آمنوا و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمن ها بگو قز بسر کنن، نگاه نکنن، سراشون رو بندازن پایین، چشم رو بگردانن، نبینن اون بدن نامحرمی رو که دستون اومد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سوره مؤمنون آیه اونجاست، حالا آیش هم چشمان بخوره که بیارم. بله، قل للمؤمنین، بعدم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، زنام باید نگاه نکن. بله آیه 30، من میگم که خدایا چرا من دارم نگاه میکنم نمیبینمش، دارم سوره حج نگاه میکنم. خب ببینید، سوره سوره نور نیستش؟ نوره، هم نوره، هم میکنم سوره نور آیه 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قز بسر کنید چشمتون، مؤمنات هم باید قز بسر از مرد. خیلی خرابکاری ایجاد شدش اینجا، خیلی. یک کسی که این کارو کرد پرونده رو خرابش کرد. به قرآن خبر داده انما یتقبل الله من المتقین، خب این تقوا نداشت که این گناه کرد، معلومه هیچ عمل قبولی نداره، بدکاری. ببین گناه خیلی خطرناک، خیلی. خب حالا چه کنیم؟ همین درسی که الان خوندیم. بله، بفرماد که فمن تاب من بعد ظلمه توبه کن، کار بدی کرد پشیمان باش از این کار، تصمیمم بگیر دیگه نکن. و اصلح، نمونه های دیگرش رخ میده دیگه نکن، اصلا دیگه نگاه نکن. میشه جبران بشه؟ هر سلی فرمودن با اینکه خداوند توبه کنن و کنار رو دوست داره، ان الله یحب التوابین، ولی گناه نکردن بهتر. اون کارمندی که شما آوردی 20 سال کارمندت بود حتی یه بارم دزدی نکرد، این بهتر از اینه که کرده بعد پشیمون شده، معذرت خواهی کرده، پول برگردونده، در این حال که همه اینا شده و تو هم بخشیدیش، ولی اون که نکرده بهتره. با اینکه خدا توابین دوست داره، ولی گناه نکردن بهتر. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، و بعد چی میشه؟ فان الله یتوب علیه.
خاطرتون باشه که ما که توبه میکنیم لغتشون میگن توبه الیه، خدا که میپذیره میگه توبه علیه. اینو یاد بگیم. بله، ان الله یتوب علیه. علیه مثلا به ما میگن توبو الالله، مالی که میخوام اله داره مال و مون علیه داره. بیده تو سجدم گفتی استغفر الله و اتوبو الهیه، این تو توبه کردی، اما خدا که میپذیره علیه، یتوبو علیه. اول باری که این آیه توبه به اولین پیغمبر نازل شد که اگر کسی گناه کنه پشیمون بشه و تصمیم بگیره نکنه و نه، خداوند توبهش رو قبول میکنه، ابلیس متوجه شدش، نعره شدیدی کشید، جمع شدن عبادسه دورش، بچه هاش و مرید هاش و کارمند هاش. چی شده چی شده؟ یعنی بد جوری داره بیتابی میکنه، بابا چی شده؟ گوه چی؟ ما با آدم سجده نکردیم، از آسمان ها رانده شدیم، دلمون خوش بود که اولاداش رو گمراه میکنیم، تلافی میکنیم، دیگه هم فایده نداره. چرا فایده نداره؟ گفت آیه توبه اومده. آیه توبه چیه؟ گفت بابا میره دنبالش را میفتی که چکن چکن، وقتی کرد بعد اگه پشیمان بشه و تصمیم بگیره نکنه خدا میبخشدش. شیاطین گفتن میبخشدش. آره. گفت از زحمت ها ما چی میشه؟ گفت من برای همه دارم بیتابه میکنم، بچه بی خودی خودمونو بده کردیم، خودم توبه رو فرستاد. آیش رفتم تو فکر که زحمت ها در میره. یه شیطونه گفتش که به زنا بادارش، زنا خیلی گناه عجیب خطرناکیست، اونا چون دشمنن میدونن بعداش کجاست، بدتراش. گو خوش زنا هم توبه میکنه، گو اونم توبه میاره. اعلان عزای عمومی شد تو شیاطین، از بیچاره شدیم به خودی توبه اومده. امام صادق فرمود اون ابلیسی که طرحی داد که طرح تا عالم به اجرا میذارن، اسمش میگن بود تو دار، این روایت مالم پیش امام شو. یه ابلیسی طرحی داد، گفت چاره نداریم باید همین طرح رو اجرا کنیم. گفت وسوسه کنید که گناه بکنن، این مواظب باشید یه کاری کنید یادش بره این گناه که فشاری روش نباشه، به غفلت رو بزشون. وقتی یادش نباشه خب نپشت شما میشه نتوشه فرحلاتش. اگر هم یادش اومد خاص انفعالی فعل و انفعالی درش رخ بده، طرح دوم هی بگوی بعدن توبه میکنی، بعد جوون پیر میشی توبه، حالا مارم از اون توبه شب جمعه توبه. بعدم که ما نمیدونیم عمر که تمام میشه، خودش هم نمیدونه، این لالوان میمیره و توبه تو پرونده میمونه، گناه میمونه. دیدن هیچ چاره ای ندارن جز این کار، با بودن آیه توبه فقط همین طرح موفقه برای ابلیس که گناه که میکنن نذاره یادش باشه که فشار روحی بیاد. تا هم خواست توبه کنه، نه حالا زوده، بعد توبه میکنه، حالا پر الان با همین طرح داره اجرا میشه. حالا آیه رو دوباره میخونم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح خدا یتوب علیه، بله توبه کنه و دیگه نکنه خدا توبه. هر سالی فرمودن که گناه نکنید، گناه نکردن ایمان کمتری احتیاج داره تا توبه کردن. مثلا جلو خودتو بگیری گناه نکنی، 4 کالوری ایمان میخواد، توبه 7 کالوری ایمان میخواد، تو 4 تاشو نداری، در کجا 7 میاری؟ مگه بعد جوری بشه، طوری بشه که انسان موفقه به توبه بکن. به همه خاطر در سوره فرقان وقتی بحث توبه میشه، من فرقانو میارم قیافه آیرم شما نگاه کنید، اینم سوره 25 قرآن که فرقانه، بله اومدش آیم در صفحه 366 قرآنه.
خط سوم از بالای صفحه نوشته الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. این گناه کرده خب مؤمن بوده که گناهش منعقد شده، اینا آمنه چیه؟ بله، توبه ایمان اضافه احتیاج داره، توفیقاتش میشه، رحمش خدا کرده، پیش آمدی شده، این ایمان زیاد پیدا کرده. بعدش هم عمل عملا صالحا، و مخ اولای که یبدل الله سیئات حسنات و کان الله غفور رحیم. آیه بعد و من تاب و عمل صالحا، دلیل این که این توبه قبول شده اینه که بعدش واقعا نمیکنه، عمل صالح فانه یتوب الی الله متابا، اینو میگن توبه کرده. توبه یادتون باشه من شما همیشه با دائما فکر که خدایا ببخش منو عفو کن. الان تو نماز وتر مستحبه، مستحب البته الان خدا توفیق بده 300 بار بگه الهی العف العف العف، 70 بار بگه استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربی و اتوب اله. عایشه تعریف کرده که در تمام نماز شبایی که پیغمبر میخوند تو نماز وترش 70 بار میگفت استغفر الله ربی و اتوب اله. بله اینه دیگه. به همین خاطر اینجی که اول آوردم براتون تو احکام اموات، میگن همیشه این توبه خوبه، همیشه چه اما دم مرگ دیگه خیلی میاد میناد خودتو پاک کن و برو، مرگ دیگه شوخه نیستش. اینا فرماد که چون خدا فرموده انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، بنده مؤمن من که به من حسن ظن داره من واسادم پاش، حسن ظن باور خوبی به من داره. اون وقت اینا این رو دارن که این تقویت میکنن، این آقایون الان دم مرگه. از رو براتون بخونم، فرمود که مسائل هی دارن میگن در موقع مرد چه کنه چه کنه، البته خیلی همش هم خیلی هم مفیده همش. حالا من بخوام اون قسمتی که گفتم بر حال خامس حسن و ظن بالله عند موته، تا 14 تا چیز گفتم، 15 امیش حسن ظن به خدا داشته باشه. بل قیل به وجوبه فی جمیع الاحوال، بلکه گفته شده که در هم جا حسن ظن به خدا داشته باش، خود میبخشه، عفو میکنه، میبخشه، عفو میکنه، میبخشه، خدا منو عفو میکنه. یستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال نظم، بعض خبرها استفاده میشه که در حال نظم واجب حسن ظن داشته که خدا منم میبخشه. یک کسی میپرسید که از من که از کجا بفهمیم توبه من قبول شده؟ حالا این که دیگه ادامه نمیدیم که سر جاش که آیش رو خوندیم فانه یتوب الی الله متابا. آدم این گناه میکنه اصلاح شدنش تا بیاد جای اولش این خورد رنج و گرفتاری داره. ماشین سالمه در راه میره از گرفتی آکبندینا ترقی زدی بیجه، حالا برو نگاه کن میخوانده مثل اولش بکنن که مثل اولش هم نمیشه، چقدر ترق و درق و صاف و رنگ و فرو. بله وقتی انسان گناه رو کرد چون گناه مزه داشته، چیزی داشته کرده، ترکش دردآوره بر طرف، یادش میاد هی سختی داره باید تحمل کنه. حالا چیزی خوشمزه است براتون میگه، ما سنم کم بود، کم که یادم اومد 11-12 سالم بود. این پدرم آمده و تهران، من زود اومدم، من 11 سال اومدم تهران.
دمه بیدون شوشید خیام صاحب جمعی جا بود پدرم واسه نم چی بخره خب بیشت پدرم اونجا با قولش حالا یا سوپر داشتی چی میگن بیده کن بقالی همه همه چیز نمیدونم نسوشتش خبون میخواست بخره چون اونجا حالا این داشت سیگار میکشید پدرم اون سیگاره اشنو بود اشنو موقع صاحب این قضیه ماده شست چند سوش حالا سیگار شد دست من جنسه رو تو گونی بزن لینم من کلاب اون داشتی میکرد یادم افتاد که میگن بچه ها میگفتن دیگه نا که آدم سیگار اگه پک بزنه اون وقت قورت بده مثلا مهم کاره بچه گی که این حرف رو میزدن سیگارت پک زده قورت داده آخواد صرفه یک صرف همچین وزن به هم رخی پدرم برکر چی شد اون مغازه دارم اومد چه شده اول نمیکرد صرفه یه چون تا بید این سیگار اول آخر من شد سیگار اولی بود سیگار آخری هم شد من سیگار نیستم هم یه دونه همون پوکه یه کسی داشت منبر میرفت میگفتش که کسی که خدا خیرشو بخواد دفعه اول که دوزی میکنه آقا میفهمندم نه نمیفهمه بابا میزنه نه نمیزنه یک بیچارگی که دیگه نمیکنه میگو این کتک ها همه نعمت براشون اگه نفهمند و خوشش بیاد ممکنه ادامه داده ما خدا کار خودش کردیم هم پوکت حالا من اینو میخواستم بگم من چون سیگار نیستم اصلا گاهی ممکنه هفته بشه یادم نیاد سیگار جز مخلوقاته ولی اون بنده خدا که سیگاریه میخواد تر